خب میرویم به سراغ مسابقه بعدی. مسابقه ساده و معمولی داریم اما در این حال مهم، مسابقه بر سر عناوین تک تیم بین تک تیم لوچا دراگونز و دی تیم اکستریم هاردی بویز. و بعد دید که آیا هاردی بویزی که تو رسلمینیا تونستن قهرمانان تک تیم اسمکدان باشن، امشب چیکار میکنن در مقابل تیم لوچا دراگونز. Introducing the challengers at a combined weight of 366 pounds, Sin Cara and Kalisto, the Lucha Dragons. You gotta love the Lucha Dragons. They bring the fun and the fire. And they have stupid chants and gestures, but Sin Cara and Kalisto can get it done in the ring. Here comes Team Extreme. And introducing the champions at a combined weight of 461 pounds. They are the SmackDown Tag Team Champions, Mac Hardy and Jeff Hardy. From the Attitude Era to the modern era, the Hardys have consistently delivered tag team title reigns, daredevil moves, and countless unforgettable memories. Matt and Jeff are a duo that makes a very convincing case for the greatest tag team of all time. And these guys are not even close to hanging up those baggy jeans just yet. So that's what it's all about, the tag team titles. خب برویم که بشروعیم مسابقه رو بین The Team Extreme Hardy Boys و تیم لوچا دراگونز. خب همین اول کاری میبینیم که سین کارا نزدیک بود برینه ولی متاسفانه نه، نرید. مت هاردی بود که رید. وجدانن دارید، دقیقه 90 من تغییر میکنم همیشه خدا. خب اینجا حالا یه میچینه که درایور از سین کارا بر روی مت هاردی، حال و مرتبه هدیه‌هامونو بلند میکنه ببینیم چه میکنه. خب اینجا ضربه کیک، ببخشید کیک، عذرخواهی میکنم شرمنده اشتب زدیم. خب حال ببینیم اینجا چه میکنه سین کارا با مت هاردی. آرم درگ سنگین بر روی مت هاردی و ببینین وجدانن میگم تیمای لوچا رو کلا تیمین دست کم نگیریم، برای همین مقام همیشه خدا میگم. خب حال ببینیم اینجا چیکار میکنه سین کارا با مت هاردی. خب دوباره اینجا یه آرم درگ و خب یه رولینگ دراپ کیک خیلی خرکی از سین کارا بر روی مت هاردیشون. خب میبینین دیگه مومتومای بازی رو به شکل خیلی شخماتیک دست میگیرن سین کارا و کالیستو. خب اینجا دوباره ضربه کیک از سین کاراشون. خب یه ضربه آپر نابلوتی اینجا میزنه بر روی مت هاردیشون، بنده خدا با پوز رفت زمین. خب حال ببینیم اینجا چیکار میکنه با مت هاردی سین کارا یا اول فرض. و خب یه پاور بام به سنگین میزنه اینجا بر روی مت هاردیشون سین کارا. خب حال اینجا کشوندش وسط رینگ میزنه اینجا دی خط کاور بشمر یک، نه خیر بفرما به چیزمون هم حساب نکردیم این کاور مزخرفو. خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه مت هاردی با سین کاراشون. خب با یه آرش میفجاقا رو میفرسته به بیرون از رینگ. حال ببینیم چیکار میکنه حالا مت هاردیشون با سین کارا. و خب بله برمیگرده به ادامه مسابقه اینجا. خب اینجا حالا پشت میگیره مت هاردی رو یا ابوالفضل هولیگا چه جرمن سوپلکس شخمی میزنه اینجا بر روی مت هاردیشون. و خب جف هاردیشون اونور تگ میخواد ببینیم آیا موفق میشه یا نه. و بله تگ با جف هاردی هم اینجا حالا صورت میگیره وارد رینگ میشه حالا جف هاردی. و بله میفته روی سین کارا بدبخت. و خب اینجا حالا کالیستو تگ میخواست که اجازه این حرکت رو به سین کارا نداد. حالا خب ددم وای انصافا بچه این حرکت عبدولیا چکی رو داشتین. یا در فارسی ما اصولا عادت داریم به این حرکت میگیم کف برگیشون. خب یه دونه اینجا لاین سالت مونسالت میزنه بر روی جف هاردیشون سین کارا. حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه این غول خشن بیریخت. خب اینجا هولش میده و خب یه ضربه فوران میذاره تو پوز سین کارا بدبخت.
جفاردی و مومنتوما رو دو مرتبه دست میگیرن تیم هاردی بویز. خب حال اینجا میگیره، خب یه نکبرکر پشت اینجا میزنه بر روی سینکارا جفاردی. اگه امشب کمرمندا رو ببازن یعنی اصلا یه چیز نوبری میشه در حد فاک، یعنی قشنگ سرجم یه ماه کمربنده رو دست گرفتن یه دفعه هم ازش دفاع نکردن، اینش خیلی شخمیه وجدانن، من که اصلا نمیپسندم. و حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه جفاردی با سینکارا بدبخت و خب برمیگرده برین دو مرتبه اینجا. حالا سینکارا خب موفق نشه هر کده بزنه بر روی سینکارا جفاردی. بابا داداش چیکار میکنی؟ چه گوی میخوری؟ میای توری و خب اوه دادم جان میندازدش روی تناب آخر با گلو هم تازه میندازه و خب اونور خب بله تگ با کالیستوشون انجام میشه وارد ری میشه. حالا کالیستا بله بفرما، یعنی این همه ما شروع اشتیاق داشتیم ان شد رفت به کارش بردانه با یه دراپکیک جوابشو کرد اینجا جفاردی. خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه حالا جفاردیشون با کالیستو و خب یارش فیلپ از کالیستو به سمت گوشری. حال ببینیم چه میکنه کالیستوشون. خب اینجا ببینیم چیکار میکنه حالا کالیستو و خب دادم جان یه دبل کیک سنگین میزنه به جفاردیشون کالیستو و ببینیم اینجا چیکار میکنه با جفاردی و خب فالینگ دیلیتی از کالیستو بر روی جفاردی و مومتومای بازی میفته دست تیم لوچا دراگونز و خب اینجا حالا یه فرریزی میده نظر دستی متاسفانه جفاردی رره و خب اوف بله دستش خشنگ میگن به فاکراف همین میشه به فاکراف خشنگ و خب حالا اون ور تگ هم انجام میشه با متاردی وارد ری میشه با یک لوزا اینجا میره تو بدبخت، یعنی اصلا میگم تو شرط ذهنی خوبه نبود. خب کاور یک نه خیر موفق نشد کار رو تموم بکنه اینجا متاردی به نفع تیم هاردی بویز و حال ببینیم چه میکنه در ادامه کار کالیستو و خب یه ضربه کیک و اینم یه جابرکر سنگین بر روی پوز بنده خدا از جا در اومد. خب حال ببینید بله بفرما قشنگ بهش میگه به قولی گفتنی تو هیچ پخی نیستی. خب حال ببینید چه میکنه اینجا متاردی و بله اینم از حرکت پخ بسور از متاردی بر روی کالیستو بدبخت دستش کلا به فاک رفت کنده نشد شانس آورد واقعا. خب بلند میکنه دو مرتبه اینجا کالیستو رره بله یه کله گوشکوبیده ای میزنه بر روی کالیستو برمیگردونه دو مرتبه اینجا میگیره کله هجاقمون کالیستو رره. ببینید چه میکنه حالا متاردی میذارتش بر روی تناپا. خب حال اینجا میذارتش بر روی میدل روب و بله شروع میکنه تجاوز کردن به گردن این بنده خدا. خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه متاردی میره سراغ جف هاردی برای تگ و بله تگ هم اینجا حالا انجام میشه با جف هاردی ده کاریزماتیک نگما وارد رنگ میره و حال ببینیم چیکار میکنه و خب حالا اینجا توی استافستانه رد جف هاردی بر روی کالیستو. خب حالا اینجا میکشدش به وسط رنگ. حال ببینیم در ادامه کار چه غلطی میکنه. خب میزنه اینجا خط کاور یک دو و هولی گاد همزمان هم کیکات و هم دخالت، یعنی میگم حرکات نابی اصلا کم نیست که تو این مسابقات تکتیم اینجوری و خب اینجا حالا یه دونه آرش فیلپ از کالیستو و با یه دراپکیک میره تو حلق جفاردی. خب حال ببینید در ادامه کار چه میکنه اینجا کالیستو با جفاردی و نه خیر تر زدش و قشنگ تو حرکت مادر مرده رفت. خب اینجا یکی کشید دو دهن این بنده خدا که البته نخورد به غیب خورد متاسفانه و اینجا مالی یه فایرمنس کری که البته میگم یه لحظه زبونم گرفت نتونستم درست بگم. حال ببینیم چیکار میکنه و خب بولا میکنه حالا جفاردی رو و او مای گاد هی دریم ولی درایور از کالیستو بر روی جف هاردی. حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه کالیستوی که عین چی فعلا داره اینجا میگرده. خب اینجا میره بیرون از رینگ ببینیم دقیقاً چقدر از این میخواد بکنه با جفاردی. داداش خب مرض داری وجدان نه میری میای اها پخ بسور خوشتر واقعا که بابا چجوری میتونه جدی با خودش ممکن باشه. خب دوباره باز میره بیرون از رینگ و بله باز هم به لطف جفاردی تر خود به حرکت این مادر مرده رفت و خب حال ببینیم اینجا چیکار میکنه حالا هوریکن رانر رو میکنه اینجا استاد و خب حالا یه هوریکن رانر درایور یا ابوالفضل چه شخمی هم زد بوجدانه و خب هجاقمون اینجا میکشدش به وسط رینگ میزنه اینجا دیخط کاور به کاور یک دو و نه خیر کاورش به سرانجامی نرسید متاسفانه آقای کالیستوشون. خب حال ببینیم اینجا حالا چیکار میکنه در ادامه کار کالیستو. خب دراپ کیکش متاسفانه به چخ رفت. حالا ببینیم در ادامه کار جف چک میکنه نه خیر اونم هیچ غلطی نتونست بکنه. خب دوباره حالا بلند میکنه و بازم اینجا دریم ولی درایور رو تکرار میکنه کالیستو بر روی جف هاردی و خب ببینیم حالا در ادامه کار چه غلطی میکنه اینجا کالیستو با جف هاردی. یه لحظه ما فکر کردیم میره برای تک متاسفانه همچین حرکتی رخ نداد و خب میره برای تمام کردن کاره جف هاردی و خب حالا اینجا سولید دلسو از کالیستو بر روی جف هاردی حالا کاور یک دو و نه هولی گاد اینجا یه کیکات صورت بگیره طرف جف هاردی و این حالا استندینگ مونسال از کالیستو
بر روی جف هاردی. و حال ببینیم در ادامه کار چقدر میکنه کالیستو با جف هاردیشون. و خب اوه یه چک میذاره اینجا تو صورت مادر مرده، یه چک دیگه هم میذاره. و خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه. یه هوریکن رانر اینجا یرگه استاد میکنه. بله یه هوریکن رانر ترکیبی خوش آمد وجدان از این حرکتش. و خب اینجا ببینیم چه میکنه، لیستو کیک از کالیستو بر روی جف هاردی. دوباره بالا میشه حالا جف هاردی و او مای گاد یه فیس باستر سنگین میزنه اینجا بر روی کالیستو بدبخت. خب برش میگردونه اینجا، حالا ببینیم چیکار میکنه. و خب اینجا یه تقه سنگین میزنه به دست این مادر مرده. و داداش از این غلطای زیادی نکن، یه دیدی بلندشو خار مادر دو اهم استاد کرد و دیگه اون موقع جا واسه پشیمانی نمیماند. و خب حال ببینیم در ادامه کار برنامه چه میباشد. جف هاردی برای خار مادر چیزی کردنه کالیستو. و خب نه خیر موفق نشد اینجا کاری بکنه با کالیستوشون جف هاردی. و خب دو مرتبه میریم برای تکرار حرکت هوریکن رانا و زرت قشنگم زرتا حال میکنیم وجدان ماما. خب ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه اینجا کالیستو. و خب هولیگا دوباره اینجا سلید درسو خودشون میزنه بر روی جف هاردی. حالا کابر یک دو و سه، هولی گاد، قهرمانان جدید کرمندان تک تیم اسمکدان، تیم لوچا دراگنز. و بله متاسفانه تیم هاردی بویز امشب ریدن در شو اسمکدان. من ریدم بهتون، ریدم توی این پخسیونا بابا. وجدانا نمیدونم چی بگم، یه ماه همش کمرمندان رو نگه داشتین، یه دفعه هم ازش دفاع نکنی و امشب هم ریدین. خلاصه آقا به سال تبریک رو میگیم به قولی گفتن قهرمانان تک تیم جدید اسمکدان یعنی لوچا دراگنز. و خبر مهم جدید، مچ کارد جدیدم ثبت شد، لوچا دراگنز در مقابل لوچا هاوس پارتی در سروایور سریز. البته اگه تا موقع قهرمانان کرمندان را به قولی رو گفتنی عوض زکش نشن. خدا رو چه دیدی گام شو. These teams really put it all on the line in this tag title match. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. خب دوستان عزیز میرویم سراغ مسابقه کوالیفایت بعدی بین سمی زین و فکر میکنی چه کسی باشد؟ خوب است. بله The Submission Machine سامو جو. Yes. بله قرار مسابقه بین این دو نفره ببینیم و هر کسی که برنده بشود به تیم اسمکدان راه پیدا میکنه. Given the participants, this match might very well steal the show, guys. Yeah, and I think you could go so far as to say it has the makings of a match of the year candidate. And remember, when he gets on a roll, he's nearly impossible to stop. You are absolutely right, Cole. So I would expect to see his opposition do everything possible to prevent momentum from swinging too much to his side. Maybe the most dangerous man in WWE. And his opponent from Huntington Beach, California, weighing in at 282. To be had, Samoa Joe will be the first one in line. A lethal hybrid of size, speed, technique, and agility. Samoa Joe is second to none. خب حال برویم که شروع کنیم مسابقه رو بین سمی زین و ساموا جو.
خب حال ببینیم اینجا چه کسی انتخاب میشه برای مسابقه دادن در تیم اسمکدان در سروایور سریز. و خب اینجا حالا هجاقامونه بلند میکنه، محکم میکنه، با ببخشی یه جایی میکوبه زمین، یه لحظه زبون قاصر شو، شرمندم واقعا. خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه هجاقامون. خب یه نورسل لای سوبلکس اینجا فرو میکنه به هجاقامون ساموواجو. خب اینجا جوابشو میده، بلند میکنه حالا اینجا سمیزین رو، و خب نخه رید متاسفانه ساموواجو هم اول کاری یه ریورسیلیتی اینجا نثارش میکنه حالا سمیزین، و حالا یه دونه میزنه اینجا تو کمر هجاقامون. حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه حالا سمیزین با ساب میشن ماشین ساموواجو. خب اینجا میگیره حالا ساموواجوره، و خب فیشرمن درایور از سامو ببخشید از سمیزین بر روی ساموواجو. میگم آقای باسم جان چرا اینا رو تو ادیت در نمیاری بابا، لاشی بازی بس دیگه. خب اینجا بله مثل اینکه مومنتوم بازی بالاخره میافته دست هجاقامون ساموواجو. خب بالا میکنه حالا سمیزین رره، و یه پاور بام فرو میکنه به سمیزینشون. اینجا هجاقا رو میکشه به وسط رینگ، میزنه اینجا دی خط کاور، بشمر یک، بشمر نه نشمر، ولکام فعلا نشمر. خب اینجا حالا دوباره بالا میشه سمیزینشون. خب یه ضربه فرار میذاره تو صورت ساموواجو. بابا حتی بعیده با یه ضربه فرارم شخمی اینجوری بیفته زمینا. خب یه ضربه انزیگیری هم اینجا میکنه چاشنیش، میفته بنده خدا با پوز زمین. خب هجاقامون حالا میبینی داره بلند میشه، بله بلندم شد. خب یه ضربه کیک، اینم ضربه کیک دیگه، و خب نه دیگه این سری دیگه نتونستی فرو کنی، این فرو کرد بود. خب با یک کلوزا اینجا جوابشو میده ساموواجو. خب دوباره اینجا بلند میشه سمیزین، و ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه. یه اسنپ مور، و خب اینجا حالا یه دراکیک میذاره تو مخه ساموواجو. عجیبه برام چرا مصطفی علی امشب نما مسابقه میداد با سمیزینشون، حداقل به این فیود یه جوری خاتمه میدادن دیگه امشب تو شو اسمکدان. خب حال ببینیم در ادامه کار چه میکنن. اینجا یه ضربه دیگه باز دوباره میکشه تو کمر هجاقامون ساموواجو، و خب بله اینم دوباره یه ضربه کیک دیگه میذاره. بابا نمیفهمم این حرکات شخمی چیه، یه ذره حرکات جدیدتر کنی ساموواجو، بعد مدت ها برگشته جدیش کن. و خب بله پانچای پیاپی به شکم هجاقامون میزنه اینجا حالا هجاقا ساموواجو، و اینجا یارش ویب. و خب حالا ببینیم اینجا چه میکنه، و دادم وای چه آرم درگ زیبایی میزنه بر روی ساموواجو، و خب یه بوت سنگین هم میکنه تو حلقه ساموواجو. سمیزین اینم البودرا، متاسفانه ساموواجو ریده در این مسابقه، البته فعلا معلوم نشه مومنتوم ما بیفته دستش. و خب اینجا یه هارد نلسون سوپلکس سنگین میذاره بر رو گردن ساموواجو، بنده خدا گردنش آسیب ندیده باشه صلوات. و خب یه نی میذاره اینجا تو شکم هجاقامون، و اینم یه هدبات سنگین، نه مثل اینکه داره مومنتوم کم کم میفته دستش ساموواجو. خب اینجا حالا یه اسنپ مور، یه ضربه چاپ به کمر، اینم نوش جون کن دمش گرم، حرکت سنگینی بود. و خب با یک کیک میذاره اینجا دماغ ساموواجو، نه مثل اینکه دوباره مومنتوم بازی از دستش گرفته شد هجاقامون ساموواجو. خب اینجا حالا یه اینزیگیری از سمیزین بر روی ساموواجو، دوباره اینجا هجاقامون رو بلند میکنه، و خب دوباره باز اینجا هارد نلسون سوپلکس بر روی گردن این بنده خدا مادر مرده دیگه، کمر و گردن اصلا واسش نمونده که. خب حالا اینجا کاور میکنه، بشمر یک، نشمر دیگه بابا نشمر وجدانن. خب حال اینجا بلند میشه دوباره تا به ساموواجو، ببینیم در ادامه کار چه میکنه. خب اینجا نه نتونست، آخه زیق تو چیه اینو میخوای بلند کنی وجدانن تپرو. خب با یه استیو میره توش، بله پخ به سور بازی، لطفا از خودت در نیار اگه میخوای سالم از این مسابقه بری بیرون، هرچند که بعید میدونم کلا. خب اینجا میگیره حالا سمیزین رره، و خب بله با پانکراسش بنده خدا رو میندازه روی تنابای رینگ و نفسش هم میاد. خب بلند میکنه دو مرتبه سمیزین رره، و خب یا پر نابلوتی میزنه جو تو حلقه سمیزینش و ساموواجو، بشمر یک، نه نشمر یک. خب دوباره اینجا بلند میشه سمیزین، و ببینیم که در ادامه کار چه میکنه. خدا کنه گیر کوکینو کلاچ این بنده خدا نیفته، وگرنه به قول یار گفتنی عین رب گوجه میپاشه تو در دیوار، میپاش تو در دیوار. خب اینجا یه رب گوجه گفتم دیگه، از سر صورت این مادر مرده درست میکنه. اینم دوباره باز استیو، حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا ساموواجو. و خب یه بول فلکس اینجا میزنه بر روی سمیزین. بچه ها بهتون توصیه میکنم حتما برین یونیورسال مود رسولمنیا رو ببینین، اونجا مسابقه بتل رویال بگی ببینین، این دو کشتیگر دیمینش حضور داشتن، و قشنگ براتون مشخص میشه، قشنگ براتون مشخص میشه، قشنگ. آره خب حال ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه اینجا حالا سمیزین با آقای ساموواجو، و خب اینجا میگیره حالا سمیزه ساموواجو رو، و هولی گاد یک اکسپلورر سوپلکس میزنه تو گوشه رینگ بر روی سمیزین ساموواجو. حال ببینیم، البته بچه فکر کنم اینجا من یه سوتی ریزی دادم، یه چیز بزنین بچه فلش بک بزنین. سمیزین ساموواجو، حال ببینیم
I'm so really sorry یعنی واقعا زیرو فهم من معذرت میخوام. آقای باسم چیساله همه اینا رو بعدم براتون تو ادیت در میاره و به قول یار گفتنی آبرو ما رو میبره دیگه طبق معمول هر دفعه. خب اینجا حالا یه پام هندل بک بریکر میزنه بر روی سامو جو آقای سمی زینشون. حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه با ساماجو یارش فیب به سمت گوشه رینگ، ببینیم حالا اینجا چیکار میکنه. و خب هولی گاد یه هولواکینگ اینجا میره تو حلقه ساماجو و خب یه البودراف هم اینجا میذاره چاشنی. بله نه مثل اینکه قصد تمام کردن کار این مادر مرده رو نداره. خب داداش یه غلطی بکنی یعنی یهودیدی بلند شد خار مادر تو اعلامیه کرد و خب اینجا ضربه بوتش رو جاخالی میده سمی زینو ساماجو و خوب اینجا حالا کوکینو کلاچ از ساماجو ببینیم میتونه تسلیم بکنه سمی زین رو یا نه. ببینیم موفق میشه ساماجو. بابا تسلیم شدی که بله تسلیم میشه اینجا سمی زین. هولی گاد گفتم اگه گیر حساب میشه میفته بدبخت میشه مادرش بعداش میشینه. بله دیگه توجه کردین دیگه ساماجو برنده مسابقه شد. و اما خب میریم سراغ آخرین مسابقه کوالیفاید مچ شو اسمکدان این هفته بین رندی اورتون و میستر مانی این ده بنک ده فنامینال ای جی استایلز و ببینیم که لیدر تیم اسمکدان از بین این دو کشتیگیر چه کسی خواهد بود. خب اولین نفر ده وایپر رندی اورتون وارد سالن میشه. ببینیم آیا به قول گفتنی ای جی استایلز در کنار میستر مانی این ده بنک بودن لیدری تیم اسمکدان هم بهش میرسه یا اینکه نه به رندی اورتون میرسه. داداش به شما میرسه به شما میرسه.
و اما خب میریم که شروع کنیم مسابقه آخر شو اسمکدون یونیورسال مود این هفته بین ده فنامینال میستر مانی ده بنگ ای جی استایلز و رندی اورتون. و خب همین اول کاری با یه پیلی کیک سورپرایز میکنه رندی اورتون رو. ای جی استایلز خب میکشدش اینجا حالا به وسط رینگ و میزنه دیمین خط کاور یک و نه خیر موفق نمی باشد که کار را تموم بکنه در اینجا. ای جی استارز خب یه ضربه بود میکنه توی رندی اورتون، البته ببخشید گفتم توش، میکنه توی صورتش، اینجوری بگم خیلی قشنگ‌تره. آره دیگه بالاخره هرچی نباشه شو ما هم داره با قوانین پی جی و قول یار گفتنی پخش میشه دیگه، حالا نه و خیلی پیازاق شما زیاد بکنیم. خب یه بک بریکر اینجا میزنه بر روی رندی اورتون، خب بلمش حالا اینجا رندی اورتون الان می خوار مادرتو ال میکنه. خب اینجا بلند میکنه حالا ای جی استایلز رو رندی اورتون هولی گاد و حالا کندی رگ نیک بریکر از رندی اورتون بر روی ده فنامینال وان ای جی استایلز. خب ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه اینجا رندی اورتون با ای جی استایلز. و خب حالا اینجا ببینیم چیکار میکنه ای جی استایلز. بله برمیگرده به رینگ و بله باز هم در دام آقای رندی اورتون اسیر میشود. خب یه آسیب اینجا به دست چپ ای جی میزنه رندی اورتون، یه سویل کیک از ای جی و خب اینجا حالا ضربات پشت سر هم از ای جی استایلز بر روی رندی اورتون و بله اینم یه کلوزاین آخریه. باید دید که ای جی استایلز کی به قولی رو گفتنی چمدون خودشو کش میکنه بر روی شینسکی ناکامورا. و خب از اونجایی که میدونید دیگه چمدون اسمکدون مال برند اسمکدونه، منطقا به قولی رو گفتنی باید روی به قولی رو گفتنی شینسکی ناکامورا کش بکنه دیگه، البته اگه تا اون موقع قهرمان کرمان عوض نشه، که البته چندان فرقی به حال ای جی استایلز نداره دیگه و در هر حال ایشون اگه بخواد کش بکنه کمربندشو به دست میاره. خب با یه نک بریکر رندی اورتون رو از رینگ کلا میفرسته بیرون و بنده خدا رو فارغ رینگ میکنه، اینجوری بگم به در فارغ رینگ چی گفتم. خب حالا برمیگرده به رینگ دو مرتبه اینجا رندی اورتون بلند میکنه حالا ای جی استایلز رو رندی اورتون و خب محکم میندازتش بر روی گوشه رینگ. و حال ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه د لجند کیلر د وایپر رندی اورتون با ای جی استایلز. و خب اینجا حالا یه اسنپ مور و بله میگیره اینجا دست رندی اورتون رو که البته نه خیلی موفق نشه حرکتی بزنه و خب یه ضربه فورارم سنگین از رندی اورتون بر روی ای جی. این حالا یه اسنپ سوپلکس، خب میزنه دیوین خط کاور یک دو و نه خیر تسلیم نمی باشد اینجا ای جی استایلز. خب بلند میشه اینجا حالا ای جی اسنپ مور دیگه دوباره باز از ای جی استایلز بر روی رندی اورتون. خب حالا میگیره اینجا رندی اورتون رو بلند میکنه و خب بله لیفتینگ ریورس دی دی تی از ای جی استایلز بر روی ده وایپر رندی اورتون. متاسفانه مامتو ما هی تپ و تپ از هم هی جابجا میشن، منم هی قرقاتی میکنم متاسفانه. و حال ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا ای جی استایلز میستر مان این ده بنگ ده فنامینال وان. و خب اینجا بله یه آرم درگ سنگینی میزنه بر روی فر دستشون، چی گفتم قاطی کردم کلا. و خب اینجا میگیره دوباره رندی اورتون، یه بک بریکر سنگی میزنه بر روی رندی اورتون. ای جی استایلز دوباره کشوندش اینجا حالا به وسط رینگ، میزنه دیمین خط کاوری بشمر یک بشمر دو نه خیر نشمر سه رو دیگه متاسفانه، چون بنده خدا تسلیم نمیباشه و قصد تسلیمی هم نداره. میگن دیگه بعد سپاهین باختی نمیده، ولی اینو دیگه پخ به سور گفتم وجدانن. خب حال ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه رندی اورتون. خب یه هدبات میزنه تو دماغ ای جی استایلز و خب اینجا میگیره آلا پایین تنه ای جی استایلز و میزنه تو خط ساب میشه و کار دیگه غیر از این نمیکنه و باید بریم شانس بیاریم وجدان. خب حال ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه اینجا ای جی استایلز یارش بی بر روی رندی اورتون حالا میزنه و خب خوردن به هم و حرکتی اینجا صورت نگرفت. خب دوباره بازی آرشفی و از ای جی استایلز به سمت گوشه رینگ و اینم یه ضربه نایفن چاپ شخمی به سین آقای رندی اورتون. و خب با یک لوزلاین اینجا حالا نقش بر زمین میکنه اجاقاره، حالا کاور یک دو نه به دو هم نرسید، اینجا کیکات میکنه حالا میستر مان این دبنگ ای جی استایلز. خب دوباره اینجا بلند میکنه حالا ای جی رو، یه آپرکات میذاره تو دماغ ای جی رندی اورتون، دوباره اینجا بلندش میکنه خورد خورد البته حجاقامون ری، یه ضربه پانچ تو شیکم. خب بله اینجا میافته روش و اینم یارم درگ سنگین از ای جی استایلز. و خب ببینیم حالا در ادامه کار چیکار میکنه ای جی استایلز با رندی اورتون. میگیره اینجا رندی اورتون و خب یه برین باستر سنگین میزنه بر روی ده وایپر رندی اورتون. خب دوباره اینجا حجاقمون خورد خورد میبلنده، البته اگه درست گفته باشم میبلنده نازیگد بلنده. و بازم اینجا ما تکرار حرکت داریم توسط آقای ده فنامینال وان ای جی استایلز بر روی رندی اورتونشون. و خب جاله میزنه تو خط ساب میشنه کلفرشر بر روی رندی اورتون، ببینیم میتونه با همین ساب میشه تسلیم بکنه اورتون رو یا نه. ای جی استایلز الان یه ذره زورش بیشتر بشه کار رندی اورتون متاسفانه تمومه و بله با ساب میشن کار رندی اورتون توی مسابقه به اتمام میرسه. بله در کنار میستر مانین دبنگ بودن، لیدری تیم اسمکدان هم میفته دست ای جی استایلز. تبریک به ای جی استایلز اینجا.
your winner, the phenomenal AJ Styles. AJ Styles wins here in impressive fashion. And the winner is AJ Styles. A winner is you. And it's matches like this one that make SmackDown such a success. Thank you so much for joining us. خب بچه ها این ویدیو هم تموم شد. مرسی از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودین و این ویدیو رو تماشا کردین. لطفا اگر دیدن این ویدیو لذت بردین حتما حتما لایک کنین و در ضمن اگه دوست داشتین اونو بین دوستانتون هم شیر بکنین تا همینجوری تعداد ویورهای چنل رو ببریم بالا. و در ضمن یادتونم نره اگه جدید هستین حتما حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب بکنین. مرسی از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودین. روز روزگارتون خوش. تا ویدیوی بعدی. پیس اوت زیرو فام.